سلام، من امیرعلی میرزایی هستم، مربی رفتارشناس و روانشناس سکا. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه با صوفی خانم زیبا در خدمت شما هستیم. امروز راجع به موضوع خیلی مهمه دیگه با هم دیگه حرف بزنیم. همونطور که خودتون خواستیم به شما بگیم وقتی می‌خوایم برای سگتون مربی بگیریم به چه چیزایی باید دقت کنیم. مربی خوب کیه؟ آقا ما اولا که خب خیلی از آدما از ما دورن، ما این سعادت رو نداریم که در خدمتشون باشیم. حالا شهرهای دیگه هستن، کشورهای دیگه هستن، یا اینکه خب برای قطعا هم که خب کلاس آنلاین و مشاوره تلفنی نمیتونه اون لطف کلاس حضوری رو داشته باشه، یا حالا کلاس آفلاین مثلا فرستادن ویدیو اینا هم قطعا نمیتونه لطف اون کلاس حضوری و تمرین کردن مستقیم با سگ داشته باشه. مثلا چه نیاز دارن که برای سگشون مربی بگیرن، یا خیلی از افراد اصلا با قیافه معامله نمیکنن، یا از نظر مالی یا از نظر خودشون مربی ارزونی ان، ولی خب حالا از نظر مالی یا هر دلیل دیگه یا اصلا کاری که میخوان به سگشون یاد بدن در حیطه به قول معروف تخصص من نیست. نه نه چه نیاز دارن که برای سگشون مربی دیگه ای رو بگیرن. ما میخوایم به شما یاد بدیم که اصلا چطوری ما بفهمیم که یه مربی خوبه، از کجا تشخیصش بدیم و چطوری انتخابش کنیم. خب ما سه جور مربی برای سگ داریم: ترینر، ریهابیلیتیتر و ورکر. خب پس این سه تا جور چی؟ اولیش ترینر. خب یعنی مربی فرامین، کسی که میاد به سگ شما فرمانهای مختلف رو یاد میده. مثلا به سگ یاد میده بشین، مثلا به سگ یاد میده بخواب، مثلا به سگ یاد میده دست بده، به سگ یاد میده برو بیا بپر، آواز بخون، نم رو پاهات را برو، نمیدونم حرف بزن، نمیدونم برو صبونه درست کن، از این حرفا. این چیزها رو به سگا یاد میدن، خیلی هم چیز خوبیه. هر چقدر سگ ما بیشتر این حرکات رو یاد بگیره بهتره، باعث میشه از نهایت ظرفیت مغزش به اصطلاح استفاده کنه و مغزش پویا بشه، خیلی هم خوبه، ولی به شرطی که از پروسه آموزش لذت ببره. یعنی اگه مربی تو پروسه آموزش حرکات نمایش سگ شما رو زد، سگ شما رو دعوا کرد، به سگ شما تشر زد، سگ شما داد زد، قلادر گرفت، محکم کشید، نمیدونم محکم زد تو سینه سگ، نمیدونم هل داد سگو، نمیدونم سگو کوبید تو دیوار، نمیدونم از این جور چیزا، پاکوبید جلو سگ، اینا هش اشتباه. اون مربی مربی نیست. حرکات نمایشی باید با لذت به سگ یاد داده بشه و کل پروسه آموزشی عشق و حال باشه. یه سری چیزا مثل بشین، مثل بخواب، مثل بمون، مثل نخور، اینا لازمه. همه مربی باید بتونن این سگا رو به شما یاد این فرامین رو به سگا یاد بدن، ولی یه سری از فرامین لازم نیست. پاشو رو دستات را برو، نمیدونم برو چراغ روشن کن، برو سیگارو از جیب من بیار، برو سر کوچه نون بخر، نمیدونم به چرخ سینه خیز برو، اینا رو لازم نیست همه مربی ها بتونن به سگا یاد بدن. نه، مثلا یه مربی تو هیته تخصصش چنین چیزیست، مربی که داره کار گارد میکنه تو پلیس که لازم نیست سگ یاد بده دستات راه برو، که مثلا این چیزا لازم نیست. حتما که بلده، ولی لازم نیست. و شما برای یاد دادن چنین چیزایی از این مربی ها کمک نمیگه. اگه میخواییم به سگتون یاد بدید سینه خیز برو، میرین سراغ ترینر ها. از کجا بفهمی که ترینره؟ اولا که خب خودش میدونه ترینره و میگه من مربی حرکات نمایشم. دو اینکه اینا پکیج به شما ارائه میدن، میگن من میام به زنگ میزنم آقا چطوری شما تربیت سگا یاد میدی؟ میگه من میام توی پکیجی، مثلا توی مثلا 10 جلسه، 8 جلسه، 20 جلسه، دوره مقدماتی رو به سگ تو پکیجای طولانی مدت، نه 2 جلسه، 3 جلسه، 5 جلسه. فرضیت مثلا میگم من 8 جلسه میام، 9 جلسه میام، به سگ شما فرامین رو یاد میدم. مربیانی که به شما پکیج های طولانی ارائه میدن و جلسات کوتاه، مثلا 8 جلسه نیم ساعته، 7 جلسه نیم ساعته، 5 جلسه یه ساعته، جلسات کوتاه کوتاه که میان، اینا میخوان ترینرن و میان که به سگ شما فرمان های مختلف تو این جلسات یاد بدن، بشین و یاد میدن، به شما سرمشق میگن باش تمرین کنیم که مثلا ملکه ذهنش بشه، بخواب و یاد میدن، به شما سرمشق میدن میگن تمرین کنیم ملکه ذهنش بشه الی آخر. من همه فرامین بیا قشنگ بغل بابا سخت نشستی اونجا سخت دورت بگردم. خب خیلی هم خوبه ترینرها و خیلی هم به درد سگ شما میخورن، ولی خیلی واجب و مهم نیستن. این که سگ شما حالا دست بده یا دست نده اونقدر تو زندگی شما و سگتون تاثیر نمیذاره، ولی خب باعث میشه سگ باهوش تر بشه، از نهایت ظرفیت مغزش استفاده کنه، مغزش پویا بشه و خب به هر حال شیرین قشنگ. از طرف دیگه بریم سراغ قسمت دوم، مربیای ریهابیلیتیتر. اینا مربیانی هستن، آها این نکته راجع به مربیای ترینر بهتون بگم، مربیای ترینر به هیچ وجه اونایی که فرامین به سگ یاد دادن حق تنبیه ندارن. یعنی اگه مربی سگو زد، اگه تشر زد، اگه هولش داد، اگه داد زد، اگه پاکوبید جلوش، اگه کاری کرد که سگ شما بترسه یا دردش بگیره، توی این دو تا حالت این مربی مربی نیست، به درد نمیخوره. پس مربیان ترینری که از قلادهای عجیب غریب، نمیدونم از تنبیه های عجیب غریب اینا استفاده میکنن، اصلا مربی نیستن. خب بریم سراغ دوره دومش، مربی های ریهابیلیتیتر و رفتارشناس به اصطلاح. اینایی که کارشون رفع ناهنجاریه مثل بنده. این افراد دو تا کار انجام میدن، تربیت مقدماتی یه طوله و رفع ناهنجاریه سگ های بالغ تو هر سنی با هر ناهنجاری.
خب یعنی مربی که میگه اگه سگ شما 8 سالشه دیگه نمیشه، این کاره نیست. سگ تو هر سنی و با هر ناهنجاری حتما مشکلش هست. شما اگه یک سگ 12 ساله وحشی دارید، حتما میشه به اون سگ یاد داد که در سن 12 سال نیمگی کاملا اهلی و مهربون باشه. حالا دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. پس حتما همه سگا هر مشکلی که دارن، اون مشکل حتما حل میشه تو هر سنی که هستن، از هر نژادی که هستن، با هر شرایطی که هستن. اوکی، به شرط که صاحبش همکاری کنه. از نظر من تربیت سگ آموزش صاحب سگ. پس توی دوره رپ ناهنجاری خود صاحب خیلی نقش داره. توی یاد دادن حرکات صاحب فقط باید تمرین تکرار کنه. ولی توی دوره رپ ناهنجاری اینکه چقدر کار سگ طول بکشه کاملا به صاحبش، به هوشش، به سنش، به نژادش، به نوع ناهنجاریش، به میزان ناهنجاریش، ولی از همه بیشتر به میزان همکاری صاحب و مربی برمیگرده. پس این خیلی 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 مهمه که شما با مربی رفتارشناس سگتون همکاری کامل داشته باشید و چیزایی که میگه رو رعایت کنید، به شرطی که قانع بشید. یعنی چرت و پرت نگید دیگه، قانع بشید. پس مربی رفتارشناس سگ برخلاف ترینر بیشتر از اینکه با سگ کار داشته باشه، با صاحب هم کار داره. خیلی با خود شما صحبت میکنه، خیلی تمرینا ممکن انجام نده، فقط به شما بگه که باهاش انجام بدید. باید بیاد تو محیط نگهداری خود سگ تمرین کنه. اون مربی که میگه سگو بدید من میبرم مشکلش حل میکنم میارم، این کاره نیست، مگر مواردی خاص که دیگه واقعا نیازه. پس اونا رو هم حتی بهتره یک جلسه اول توی منزل و تو محیط نگهداری خود سگ تمرین بکنه، در واقع مربی با سگ. از طرف دیگه بریم سراغ اینکه مربی رفتارشناس خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. یه مربی رفتارشناس خوب اولا حق تنبیه فیزیکی دردناک برای سگ شما نداره. یعنی نهایت میتونه به سگ شما یه تشر بزنه. نمیتونه سگ رو طوری تنبیه کنه که سگ جیغ بزنه یا دردش بگیره یا فرار کنه یا بترسه. پس ما طوری سگ رو تنبیه میکنیم که صرفاً به سگ شوک وارد بشه. فقط و فقط و فقط و فقط و فقط همین. پس استفاده از قلاده پرانک ممنوع. مربی که برای سگ زیر 40 کیلو از قلاده پرانک استفاده میکنه، به معنای واقعی کلمه حیوان آزاره این مربی. یعنی اصلا مربی که هیچی، اصلا حیوان دوست هم نیست. این آدم اصلا نباید سگ داشته باشه، نباید به سگها نزدیک بشه. این آدم حیوان آزاره. مربی که از قلاده شوکدار استفاده میکنه حیوان آزار تمامه. اصلا تمامشو من امضا میکنم که این آقا یک حیوان آزار به تمام معناست تو هر شرایطی دیگه. سگ بالای 100 کیلو رو ما از قلاده شوکدار استفاده نمیکنیم. یا مثلا مربی که میاد سگو میزنه، مربی که از سگ زهر چشم میگیره، پا میکوبه جلوی سگ زمین، داد میزنه سر سگ، اینا مربی که نیستن هیچی، صاحبای خوبی هم نیستن. اصلا اینا به درد لای جرز دیوار هم نمیخورن. خب پس در مورد انتخاب مربی رفتارشناس حتما به این موارد به شدت دقت کنید. حق تنبیه فیزیکی دردناک برای سگ و استفاده از قلاده های عجیب غریب برای اصلاح رفتار سگ به هیچ وجه وجود نداره. ما فقط از روش‌های طبیعی و منطقی میگیم. اگه سگا خودشون با هم دیگه چطوری حرف می‌زنن، مگه سگا قلاده شوکدار یا پرانک یا از این چیزا دارن؟ نه، ما مثل مامان خودشون و مثل سردسته یله خودشون باهاشون برخورد می‌کنیم. پس این از این کار مربی رفتارشناس رفع ناهنجاری‌های رفتاریه، نه یاد دادن حرکات نمایشی. پس اگه شاستین مثلا اگه تو یاد بدین مثلا دست چپ و راست بده، نمی‌رین سراغ رفتارشناس. ولی اینکه اگر بلد باشه، بازم شما می‌رین سراغ متخصصش. ولی اگه خواستین سر صدا بزنید، در قلادهشو می‌کشه، افسرده است، ترسوه، جیغ می‌زنه، داد می‌زنه، با سگا ارتباط برقرار نمی‌کنه، نمی‌دونم هر مشکل رفتاری که سگ شما داره، از یک مربی رفتارشناس کمک بگیرید که مشکلش رو حل بکنه. مربی رفتارشناس حق ارائه پکیج به شما نداره، مگر اینکه بچه شما یک توله کوچولو باشه و بشه پیش بینی کرد چقدر طول میکشه تا یاد بگیره، وگرنه به سنش، نژادش، خوشش، نوع ناهنجاریش، میزان ناهنجاریش، فرسنه بیشتر میزان همکاری صاحب با مربی بستگی داره. پس ما مربی های رفتارشناس میگن بستگی به سگ داره که چقدر طول بکشه. این از این. از طرف دیگه بهترین راه برای ارتباط با سگ اینه که هم اول با هم دیگه راه برن. یه مربی خوب اول که با یه سگی، خصوصا سگی که مشکل رفتاری داره، آشنا میشه، اول میره بیرون باهاش راه میره، یکم با هم راه میرن که با هم رفیق بشن. بهترین راه برای برقراری ارتباط بین سگا با هم دیگه اینه که با هم دیگه راه برن. یه سگ جدید وارد گله میشه، باهاش راه میرن. از طرف دیگه اینکه یه مربی رفتارشناس خیلی مهمه که
در اوج آرامش با سگ کار کنه و به سگ فشار نیاره. سگ باید با مربیش ارتباط خوب باشه. سگایی که مربیاشون میان فرار میکنن، میان زیر مبل قایم میشن، یعنی مربی اذیتشون کرده دیگه، باهاش ارتباط برقرار نکردن. مربی وارد در خونه میشه، اولش نباید زل بزنه تو چشای سگ، یه راست نباید بره بغلش کنه، نباید باهاش حرف بزنه. نوتاک نو آی کانتاکت، دو سه دقیقه به سگ خیلی توجه نمیکنه. وقتی سگ آروم شد، بو کرد، با بوی اون مربی آشنا شد، حضور مربی رو تو محیط پذیرفت، بعد شروع میکنه باش تمرین کردن. پس یه او تمرین کنیم بریم وسط تمرین کاملا اشتباه، ما به سگا فشار نمیاریم. و نوع سوم مربی ورکر، کسایی که به سگا به قول معروف یه سری فانکشن یاد میدن، به سگا یه سری کاربرد و عملکرد رو یاد میدن، به سگ یاد میدن نگهبان باشه، به سگ یاد میدن به قول معروف مواد مخدر پیدا کنه، به سگ یاد میدن به قول معروف بادیگارد باشه، برای افراد نابینا مثلا مسیریاب باشه، شکارچی باشه. اینکه یه سری چیزاش به نظر من درست، یه سریش غلطه. مربیایی که تو این پروسه سگو میزنن، مربیایی که طولانی مدت سگو چه خودشون میخوان، قطعا این چیزی نیست که ما بتونیم سگو توی خونه بهش یاد بدیم که گارد بشه، قطعا باید بره پیش مربی و برگرده، ولی قطعا باید تو اون دوره به شما اجازه بدن که سگتون رو ببینین، به سگتون ده سر بزنید، باهاش در ارتباط باشید، فیلم براتون بفرستن، عکس براتون بفرستن، اصلا سگو نزنن به هیچ وقت، شما لاغر شدن سگتون رو نبینید، از غذا خوردن سگتون فیلم بگیرن براتون بفرستن، محیط نگهداریشو فیلم بگیرن برای شما بفرستن، اصلا محیط تاریک استفاده نکنن، گوش و دم سگو نبرن، جراحی نکنن، از روش های سنتی و عجیب غریب برای وحشی کردن سگ استفاده نکنن. و خصوصا اگر قراره به سگی بگیر رو یاد بدیم که بره بگیره، مهمتر از اون اینه که ول کن یاد بدیم. یعنی به محضی که گفتیم ول کن، همون لحظه بتونه ول کنه، چنین چیزی رو به شما حتما نشون بدن. در غیر این صورت ایشون این کاره نیست. اون ول کنه اصلا مهمتره توی اون موارد. و در موارد کار برای پلیس و هلال احمر و اینا هم که خب نمونه کار رو میبینید و اگر موفق بود بهش میسپارید، تا ندیدید از نزدیک، همشون یک نمونه تو مجموعهشون زنده دارن، شما میرین میبینین. اگر چه این چیزی رو نداشتن این کار نیست. خب از طرف دیگه بریم سراغ یه مورد آخرم که در مورد همه مربی ها مهمه، بحث تجربه است. کلن تو کار با حیوان ها تجربه خیلی مهمه. خب و اینکه اون مربی هایی که دیدی میگن برای همه سگا یه روش رو دقیق برای همه سگا اجرا میکنن، یعنی هر جا میرن تربیت سگ همون کاری میکنن که جای دیگه میکنن. یعنی اصلا مربی نیست که این چیزی همجوری تو اینترنت دیده داره انجام میده. پس مربی باید به کاراکتر سگ توجه کنه. یه سگی با تنبیه اوکی، یه سگی با تشویق اوکی، یه سگی اصلا نمیدونم باید خیلی آرامش داشته باشه، یه سگی باید خیلی تون باش بری جلو، یه سگی زود خسته میشه، یه سگی دیر خسته میشه، همه اینا مهمه دیگه. مربی که به این چیزا توجه نمیکنه، برای همه سگا یه روش استفاده نمیکنه، به درد نمیخوره. و دو تجربه، برو خسته شدی. بحث تجربه هم خیلی مهمه. ببین تو تربیت سگ واقعا تجربه، شاید اصلا حرف اولو میزنی، مربی که تازه 2 سال مربی شده واقعا هنوز نیاز به کار داره، حداقل یا باید با هزینه خیلی کمی برای شما کار کنه که حالا خیلی اتفاق خاصی نیفته حداقل از نظر مالی، بعد یا اینکه حالا یه ذره بیشتر تجربه کسب کنه، بتونه خوب مثلا شاگرد داشته باشه. اصلا یه دوره‌هایی بعد من تا 5 سال اولی که مثلا تربیت سگ یاد گرفتم کار نمی‌کردم، فقط تجربه کسب می‌کردم. در نتیجه تجربه به شدت اهمیت داره. یکی که مثلا می‌بینیم، بریم تو پیجاشون مثلا نگاه کنیم، ببینیم سال 2014 15 16 عکس داشته با سگا، کار کرده با سگا، ویدیو داره با سگا، مربی سگ بوده از اون موقع. ولی اینکه مثلا این تازه از سال 2020 شروع کرده، الان 2021 که هنوز یه سال نشده مثلا مربی سگ، بعد همه جا زده بس کلی هم مثلا فالوور خرید و فلان اینا، نه اینا خوب نیست. حتما کاراشونو نگاه کنیم، به فالوورها دقت نکنیم، چون پیج خودم پیج خوبی باشه ولی کارم مهمتره، به پیج ها دقت نکنیم، به کارا دقت کنیم. و اینکه حتما هم با خود مربی قبل از اینکه کلاس بگیرید مستقیما صحبت کنید، باهاش ارتباط برقرار. به نظر من اخلاق تو کار از همه چی مهمتره. من دکتر دندونپزشکم، میخوام برم اول اخلاقش برام مهمه، سوپرمارکت هم میخوام برم همینطور. من خب مربی سگ از همه مهمتر، چون به هر حال با هم در ارتباطی، میاد تو منزلتون، ازش تو زندگیتون راش میدین، پس حتما مهمه که با اخلاقش ارتباط برقرار کنید و لیاقت بودن کنار شما و سگتون داشته باشه. این کار کاری که هر کسی لیاقتش رو نداره، کار سختیه، کار بزرگیه و یه موهبتیه که خدا به ما داده. من خیلی خوشحالم که مربی سگم و اینکه امیدوارم که به همین سادگی نشه مربی سگ بود و این سگا ارزششون خیلی بیشتر از اینه که دست هر کسی بسپاریمشون. خیلی متشکرم که به حرفای من گوش میدین، میدونم طولانی حرف زدم، اذیتتون کردم، ولی دلم برای بچه‌هاتون می‌سوزه. تو رو خدا حواشون داشته باشید، نذارین بزننشون قلاده پرانک و چوک چین و فلان و اینا رو بذارین کنار رو تا من گریم نگرفته برم. خیلی مخلصم که حرفای من گوش میدیم. خدا حافظ.